استعفا و یا قهر یک روزه جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم آخوندها در روز 6 اسفند همزمان با دیدار بشار اسد با خامنه ای دیدار این دو دیکتاتور رو تحت شعاع قرار داد و توجهات بین المللی رو هرچه بیشتر به عمیق شدن بحران های داخلی رژیم معطوف کرد. امروز در خدمت آقای ناصر شریف عضو سازمان جوامع ایرانیان آمریکا اویک هستم تا به استعفای یک روزه ظریف و پیامدهای اون بپردازیم و همچنین درباره تظاهرات بزرگی که این سازمان در روز 8 مارس روز جهانی زن در حال تدارک اون هستند گفتگویی داشته باشیم. سلام میکنم خدمتتون آقای شریف، خیلی ممنونم که با وجودی که در تدارک یک تظاهرات بزرگ برای روز جهانی زن در واشنگتن هستین که البته دربارش حتما صحبت خواهیم کرد، وقتتون رو امروز در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید. خیلی خیلی خوش آمدید آقای شریف. با سلام خدمت شما خانم غفاری و شنوندگان محترم رادیو ایراوا و با تشکر از دعوتتون خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ابتدا اگه اجازه بدین خواستم یه سلام بکنم خدمت همه هموطنان غیورمون در ایران و درود بفرستم و همینطور دست مریضات بگم به کانونهای قهرمان شورشی در ایران که واقعا خواب رو از چشمان آخوندهای جنایتکار گرفتن و ما روزانه شاهد اقدامات شجاعانه‌شون هستیم. من در خدمتم. درود بر اونها، خیلی ممنون که اشاره کردید. آقای شریف با اجازهتون می‌خواستم از موضوع استعفای یک روزه ظریف شروع کنیم. چرا اصولا ظریف هرچند در پیام اینستاگرامی خودش با اینکه از کلمه استعفا استفاده نکرد ولی خب به هر حال استعفا داد، البته خود استفاده از اینستاگرام هم که در ایران میدونید برای مردم فیلتر است و برای این آقایون باز است خودش سوال بزرگی است، ولی خب ما امروز فقط به همین موضوع استعفای یک روزه ظریف فعلا بسنده میکنیم. بله، در این خصوص خب این استعفا یک روزه روایت های بسیاری گفته شد و گمان زنی های بسیاری انجام شده که هنوز هم ادامه داره. چیزی که واقعا مسلم بود تو این رابطه این بود که این استعفا نشونی از بحران های فراگیر و روبه افزایش در رژیم آخوندی هست و بنبست کامل رو در بالاترین سطوح این رژیم نشون میده که این برحال همزمانیش با برنامه ریزی که رژیم کرده بود تا به اصطلاح یک نمایش قدرت منطقه‌ای نشون بده با حضور قاتل مردم سوریه بشار اسد، این موضوع بیرون زد و برحال خودش رو بیشتر و بیشتر به جامعه جهانی نشون داد. حالا من در ادامه صحبتامون بیشتر به علل این موضوع حتما خواهم پرداخت. حتما. اصلا میدونید آقای شریف که ظریف در جریان دیدار دیکتاتور سوریه بشار اسد با دیکتاتور ایران خامنه ای توی تهران استعفا داد و میگفتند که به خاطر اینکه در دیدار بین این دو دیکتاتور حذف شده بود و دعوت نشده بود غر کرد و ادهی هم گفتن که استعفا داده با این کارش. آیا این کار ظریف باعث بروز تنش های بیشتری توی حاکمیت نخواهد شد؟ در یک کلام بله، تنش‌ها هر روز در داخل این رژیم داره بیشتر و بیشتر میشه و به تبع استعفای ظریف هم بیانگر اوج این بحران‌ها و تضادها و این جنگ قدرتی که در درون رژیم ادامه داره. تو این رابطه که خب در حاکمیت عده‌ای بسیار خوشحال شدن، اعلام کردن که وزیرای دیگه‌ای هم باید استعفا بدن و یا برجام تموم شده و یا گفتن که پایان دولت روحانی فرا رسیده. تو این درگیری ها خب شاید اعتراض تعدادی از نمایندگان هم به این استعفا بودیم، همونطور که حتما در جریان هستیم 15 تن از اعضای مجلس آخوندی خواستار احضار ظریف مجلس به خاطر همزمانی این استعفا با سفر بشار اسد شدن و حتی رسانه خامنه‌ای نوشت که استعفای ظریف همزمان با سفر بشار اسد به ایران قدرت نمایی ایران تو منطقه رو که البته حاصل تبلیغاتی این سفر بود رو به حاشیه کشونده و میگفتن این استعفا توجیه ناپذیره. یا کیهان خامنه‌ای نوشته بود که ظریف بازگشت ولی هزینه ها ماند. برحال این واکنش ها و اعتراض ها و جنگ درونی همچنان ادامه داره، هر روز شاهد بیشتر شدن اون هستیم. البته این تنش ها و درگیری ها در داخل ارتباط مستقیمی با تنش ها و درگیری های این رژیم در سطح بین‌المللی داره که حتما به اون موضوع هم خواهیم پرداخت.
واکنش مردم هم آقای شریف خیلی جالب بود توی فضای مجازی، به خصوص نسبت به استعفای ظریف. خب مخالفان نظام و به صلاح هم سرنگونی طلبان که تکلیفشون روشنه و از تعمیق بحران های رژیم همیشه خوشحال بودن، این دفعه هم خیلی خوشحال شدن. ولی خیلی ها به این نکته اشاره میکردن که ظریف اصولا کاره ای نیست و به اون هم خواهیم رسید آقای شریف، ولی همونجور که شما اشاره کردید واکنش رسانه های حکومتی از استعفای ظریف هم قابل تأمل بود که بعضیاشون با عباراتی چون چه موقع قهر بود، یا با ما شوخی دارید آقای ظریف، و یا اینکه توطئه برای کاستن از برد رسانه‌ای سفر اسد و ظریف انسان ضعیفی است، اینطوری عکس العمل نشون دادن. به نظر شما آیا استعفای یک روزه ظریف چه تأثیری بر وجهه بیرونی نظام آخوندها داره؟ تأثیر به سزایی داره و همونطور که تو صحبت قبلی هم اشاره کردم، این در واقع بحران‌هایی که رژیم باش درگیر هست در داخل نظام و در سطح بین‌المللی، اینها تقریبا ارتباطات مستقیمی با هم دارن. استعفای ظریف رو میشه در مجموعه بحران‌هایی که رژیم رو احاطه کرده بررسی کرد. مثلا در حیطه بین‌المللی میتونیم به طور مستقیم به مسئله برجام و FATF اشاره بکنیم که این بحران تمامیت رژیم رو در بر گرفته و در واقع در یک قفل و بیعملی قرارش میده. همونطور که در جریان هستیم، در چند هفته اخیر ما شاهد اجلاس ورشو بودیم، سپس کنفرانس امنیتی مونیخ بود و بعد از اون هم اجلاس شرم الشیخ که اینها همه پیامد و پیامش برای رژیم انزوای کامل رژیم آخوندی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و به گل نشستن سیاست خارجی رژیم در زمین‌های مختلف بود. برای رژیم از سازوکار مالی اروپایی هم اینستکس هم آبی گرم نشد و در واقع FATF هم که الان میبینیم رژیم در تمامیتش قفل شده. امروز هم در اخبار بود که تا حتی مجلس رژیم نتونست به اون بپردازه و گفته که بعد از تعطیلات باید برگردیم دوباره سرش صحبت بکنیم. و خود صدرداران رژیم هم میگن که واقعا تصویب به FATF یک خودتحریمیه و اینکه ما از ترس مرگ نباید خودکشی بکنیم. تا در مورد استعفای ظریف که خود ظریف خب نماینده و مبلغ خط مماشات و مذاکره با رژیم هست، سایت حکومتی فرا روی چیز جالبی نوشته در 17 اسفند 97 میگه یکی دیگر از پیام‌هایی که از این استعفا دریافت شد پایان کار برجام است و حتی عده این کنارگیری رو به معنای شکست دولت روحانی قلمداد کردن. تضادهای بین‌المللی رژیم رو همونطور گفتم نمیشه جدا از شکست استراتژیک رژیم در برابر قیام‌های مردمی و کانون‌های شورشی و مقاومت ایران بررسی کرد. روحانی در یادتون باشه روز 6 شهریور در مجلس آخوندی گفت که همه چیز از قیام پنجده 96 شروع شد. بله. که منظورش تغییر سیاست امریکا در مقابل رژیم و خروج امریکا از برجام بود. همینطور جهانگیری در اردیبهشت 97 با اشاره به قیام مردم کازرون گفت که ابر چالش‌های داخلی یعنی قیام مردم به روی ابر چالش‌های بین‌المللی تأثیر می‌ذاره و اونها رو شدت می‌بخشه. از طرف دیگه پس از کشف توطئه تروریستی رژیم برای بمب‌گذاری در گردهمایی پارسال مقاومت ایران در پاریس در جون سال گذشته که در جریان اون یک دیپلمات روسی رژیم و چند نفر دیگه دستگیر شدن و یا اخراج سفیر رژیم و یک دیپلمات دیگه از آلبانی به خاطر کارهای تروریستی، به عمق این بحران ها افزوده. و تو اینجا باید من اگه اجازه بدین اشاره بکنم به تظاهرات و اقدامات مقاومت ایران در جهت افشای هرچه بیشتر رژیم و حمایت از قیام مردم ایران. تظاهرات بسیار بزرگ و باشکوهی در پاریس داشتیم هم چند هفته پیش. در پی اون تظاهرات باشکوه هموطنان و حامیان مقاومت در جلوی اجلاس ورشو رو داشتیم در شهر ورشو که در پیش کنفرانس مطبوعاتی داشتن که در اونجا آقای جولیانی در سخنانشون از شورای ملی مقاومت ایران و خانم مریم رجایی به عنوان آلترناتیو یاد کردن و اشاره کردن. بعد تظاهرات مونیخ رو داشتیم
و دیگر اقدامات مقاومت ایران که بحرانهای رژیم رو هرچی بیشتر شدت میده و شدت میبخشه، تا جایی که میبینیم سردمدارای رژیم یکی یکی به صحنه میان و به قدرتمندی مقاومت اذعان میکنن. مثلا الان یادم که لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع فکر کنم 28 بهمن بود گفت که امریکا مورد ملعبه دست مجاهدینه و این نشون میده که واقعا چقدر اینها از این اقدامات و در سطح بین‌المللی گزیده شدن و روشون فشار میاره. این یه نکته هم قابل توجهه که در تمام این بحران‌هایی که رژیم باش درگیره هیچ راه و هیچ برون رفتی از این باطلاق برای رژیم متصور نیست، در واقع در یک قفل و بست کامل قرار گرفته. اگه برگردیم سر مسئله استعفای ظریف، همونطور که میدونید آقای شریفی یک روز بعد از که استعفاش به وسیله اینستاگرام مطرح کرد، ظریف با پادرمیونی قاسم سلیمانی که فکر کنم در مقابل خامنه ای شفاعتش انجام داده بود، توی پیام اینستاگرامی دیگه که باید بگم به سختی هم میشد خوندش چون با یک رنگ بدرنگ قهوه‌ای نوشته شده بود، بالاخره سر پستش برگشت. به نظر شما آیا بازگشت ظریف به وزارت خارجه مشکلی رو اصولا حل میکنه و به قول معروف آب ریخته رو جمع میکنه، یا اینکه به بحرانهای رژیم اضافه میکنه؟ خیر، هیچ مشکلی رو حل نمیکنه و همونطور که گفتین این آب ریخته دیگه بر نمیگرده. تو این چند روزم شاهد تشدید جنگ و جدال درونی رژیم سر همین موضوع هستیم و این ادامه داره. اومدن قاسم سلیمانی هم به عنوان فرمانده نیروی تروریستی قدس به صحنه و تعریف و تمجید از ظریف هیچ مسئله ای رو حل نمیکنه و جای سوال هست که به واقع قاسم سلیمانی چه مسئولیتی در دولت و یا صحنه دیپلماتیک داره که میاد و به هر حال این کار رو انجام میده. آیا کسی دیگه ای رو نداشتن که بیاد به هر حال یک موضع واحدی بگیره تو دولت سر این؟ و همین روزها هم تو خبرها بود که میبینیم در جمعه بازار رژیم امام جمعه خامنه ای ظریف رو مورد حمله قرار میدن و از جمله علم الهدا و غیره که میان ظریف رو به خاطر این استعفا مورد حمله قرار دادن. مثلا توکلی اون و روحانی رو زیر ضرب گرفت توی صحبتاش در مجلس. ای طرف روزنامه وطن با یک نشریه مقاله‌ای در مورد استعفای ظریف این کار رو نابخشودنی شمرد و خبر از استیضاح احتمالی ظریف در مجلس و اینکه این کار ضربه به نظام بود رو داد. و میگم این انعکاسات و این به هر حال جنگ درونی به نظر میاد که پایانی نداره و با استعفای ظریف این شدت بیشتری پیدا کرده. و این شکاف ها و این جر و بحث هاشون خیلی بالا گرفته آقای شریف، به حدی که مهدی مطهرنیا که کارشناس جناح روحانی هست گفته که استعفا یا بازگشت ظریف هیچ تأثیری در تعیین سیاست خارجی رژیم ندارد. عنصر تعیین کننده تصمیم درباره ارتباط با آمریکاست. سیاست خارجی ایران در دست دولت نیست که با رفتن وزیر خارجه و یا حتی رئیس جمهوری تغییر کند. سیاست خارجی نظام به جبر به سمت سوی می رود که باید تصمیمات نهایی در این عرصه در ارتباط با آمریکا طی 6 ماه آینده گرفته شود. یعنی از یک طرف میگه آمریکا اینجا در هر حال عنصر مهمی است در سرنوشت رژیم، و از طرف دیگه نقش ولی فقیه رو اینجا پررنگ میکنه. ما که به هر حال همیشه میدونستیم آقای شریف که توی رژیم آخوندها حرف اول رو همیشه خامنه ای میزنه، اون موقع خمینی میزد الان خامنه ای، ولی واقعیتی هست که واقعا بر کسی پوشیده نیست. ولی دلیل این که در این لحظه اینگونه آشکارا واقعا به نقش خامنه ای خودشون اذعان میکنن که همه کار نظامشون هست، چه پیامی داره؟ اصلا یعنی چی این حرفا الان؟ بله، خیلی سوال جالبی است. واقعا در این رابطه منو به یاد این توییت وزیر خارجه آمریکا درست بعد از استعفای ظریف دیدیم انداخت که در توییت خودش نوشته بود که ظریف و روحانی در واقع ویترین های این رژیم مافیایی هستند و همه کاره و اون که حرف اصلی رو میزنه خود خامنه ایه و سیاست آمریکا همچنان فشار بر رژیم و حمایت از مردم ایرانه. و این در واقع نشون دهنده پایان دوران استمالت و دلجویی از این رژیمه.
که خب میگم در صحبت های قبلی هم گفتم ظریف به عنوان یک چهره بیرونی اون بود که به هر حال خواهان مماشات هرچه بیشتر و تبلیغ سیاست های جنگ افروزانه رژیم در منطقه و رسیدن به این سلاح و کشتار جمعی و در واقع توجیه کننده سرکوب بود. میبینیم که این سیاست رژیم هم به گل نشسته و در سطح بین المللی دیگه همین رو میدونن که خامنه ای و به هر حال ولایت فقیه در اونجا حرف اصلی رو میزنه و این باعث میشه که خب فشارها روی رژیم بیشتر و بیشتر بشه و میگم این ترفندهای رژیم که بخوان به هر حال بگن که چندین جناح در رژیم هست این دیگه هیچ به هر حال خریداری نداره و مردم قهرمان ایران هم که با شعارشون که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا بر این در واقع خط بطلان کشیدن. البته قرار بود یک بار دیگه ظریف بره نزدیک های قهر کردن، نمیدونم صحنه‌ش رو دیدین یا نه، موقعی که مقام ارمنستان رفته بود ایران و دیدار داشتن با هم، با اینکه جواد ظریف اونجا بود ولی اسم این نفر دیگر رو آوردن. روحانی دیگه نزدیک بود از روی صندلی بلند شه و بره بهش بگه نه آقای ظریف اینجا هست. به قول روزنامه حکومتی سیاست روز، آقای شریف ظریف چینی وصل پینه شده فعلا. دقیقاً درست میگین. بله، همونطور که در ابتدای صحبت گفتم، سازمان جوامع ایرانیان آمریکا یا اویک این روزها در حال تدارک تظاهرات بزرگ در شهر واشنگتن هستند و شما هم دست اندرکار هستید آقای شریف. میشه لطفاً بفهمید که این تظاهرات به چه منظوری دقیقاً داره برگزار میشه و هدفش چی هست؟ بله حتماً. سازمان جوامع ایرانیان آمریکا اویک تصمیم به برگزاری یک تظاهرات بزرگ در روز 8 مارس، روز جهانی زن، در ساعت 11 صبح در فریدم پلازا روبروی کاخ سفید گرفت. جوامع ایرانی از 40 ایالت مختلف آمریکا در این تظاهرات شرکت خواهند کرد و از اسپانسرهای اصلی این تظاهرات هستند و هدف این تظاهرات هم در واقع حمایت از قیام قهرمانانه مردم ایران برای تغییر رژیم آخوندی و برقراری آزادی و دموکراسی در ایران هست. اویک و سازمان جوامع ایرانیان معتقده که تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها ضروری، امکان پذیر و در دسترس است. تو این رابطه البته دولت امریکا و جامعه بین‌المللی میتونن با به رسمیت شناختن حق مردم ایران در مبارزه آزادی خانه اونها و همینطور به رسمیت شناختن آلترناتیو اصلی این رژیم، یعنی شورای ملی مقاومت ایران، به مردم ایران کمک بکنند. ما دولت آمریکا و جامعه بین‌المللی رو تشویق میکنیم که برای تغییر دموکراتیک در ایران به رژیم قرون وسطایی ملاها هرچه بیشتر فشار بیارند و در این رویارویی بین مردم ایران و رژیم در طرف مردم ایران قرار بگیرند. همینطور یکی دیگه از اهداف این تظاهرات درخواست از جامعه جهانی در مورد رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در ایران و پرداختن و مورد محاکمه قرار دادن عاملان و آمران قتل عام سال 67 هست که حتما ما میخوایم که این به این موضوع پرداخته بشه و به هر حال ما خواستیم با این حرکت در روز 8 مارس یک پژواک صدای مردم ایران بشیم در داخل و به پیام مشخصی بفرستیم به دولت مردان اینجا و دیگر دولت مردان در سراسر دنیا که به هر حال جامعه ایرانی صدای خودش رو بلند میکنه و پشتیبان قیام قهرمانانه مردم ایران هست و به هر حال بتونیم با کسب حمایت‌های بین‌المللی و به هر حال فشار بیشتر به رژیم این موضوع رو تصویب بکنیم. آقا شریف، یک سوال دیگه هم الان به ذهنم رسید، گفتم خدمتتون مطرح کنم. مقاومت ایران خب همیشه حرف اصلیش دفاع از مردم ایران، حمایت از مردم ایران بوده، تظاهراتشون رو بازتاب میداده همیشه و توی صحنه بین‌المللی همیشه حرف اول این بوده که مقاومت مردم ایران باید به رسمیت شناخته بشه و این نبردی که مردم ایران با رژیم دارن باید به رسمیت شناخته بشه. ولی توی این هفته های گذشته خب ما چندین تظاهرات بزرگ از مقاومت ایران دیدیم، شما مشاهده کردید، هم در پاریس بود، در لهستان بود، در آلمان بود و
آخرینش فکر کنم در ژنو بود که قرار بود ظریف اونجا سخنرانی داشته باشه، ولی اون یک روز رو استعفا داده بود و نبود، ولی به هر حال تظاهرات برگزار شد. آیا مقاومت ایران با این کارهاش، با این تظاهرات سلسله وارش، در واقع میخواد قدرتش رو هم نمایش بده تو این جریان، یا اینکه نه فقط همون حمایت از مردم ایران هست و بس؟ در واقع پیام اصلی همین اقدامات این هست که به هر حال جامعه جهانی به این اشراف برسه که هیچ امیدی به اصلاح این رژیم نیست و در واقع مردم ایران خواهان تغییر این رژیم هستند و ما باید، همونطور که گفتم در صحبتام، جامعه جهانی باید در طرف مردم ایران بایسته و مقاومت ایران همیشه اعلام کرده که خواهان رسیدن به قدرت در ایران نیست و خواهان آزادی ایران به دست مردم ایران. من روی این موضوع مجددا تاکید میکنم که یکی از اهداف این تظاهرات هم همین هست که ما این رو به صورت واضح بارها و بارها و سالها و سالها گفتیم که این تغییر باید به دست مردم ایران انجام بگیره. خب تو این رابطه البته جامعه جهانی میتونه کمک بکنه و در واقع این قدرت مقاومت هم نشون میده، قدرت سازماندهی و واقعا میگم این رژیم از این خودش به ناله و فغان افتاده، تا جایی که میگن آمریکا ملبه دست مجاهدینه یا میگن سخنرانی های بعضی از دولت مردان رو مجاهدین می‌نویسن. به هر حال به جایی رسیدن که هیچ راه گریزی جز سرنگونی ندارن و ما در این تظاهرات میخوایم مجددا صدای مردم ایران باشیم و ما معتقدیم که فردای آزادی ایران بسیار نزدیکه و در واقع ما میتونیم با حضور خودمون در اونجا صدای مردم ایران رو پژواک بدیم و به دولت مردان امریکا بگیم که فشار رو هرچی بیشتر روی رژیم بیارن تا مردم ایران بتونن اونجا تغییر دموکراتیک رو به وجود بیارن. اگر اجازه بدین من از همینجا از همه هموطنان آزادمون در امریکا دعوت میکنم که روز 8 مارس ساعت 11 صبح در جلوی کاخ سفید به ما بپیوندن تا بتونیم هرچه رساتر صدای مردم ایران باشیم. و از این فرصت هم من استفاده میکنم با توجه به اینکه عید سعید نوروز داره فرا میرسه، من پیشاپیش عید سعید نوروز رو خدمت همه هموطنان عزیزم و شما تبریک میگم. براتون سال انشالله سالی پر از موفقیت و انشالله سال پیروزی برای مردم ایران آرزو میکنم. حتما همینطور خواهد شد. منم بهتون متقابلا تبریک میگم. آقای شریف، برنامه هم دارید برای عید نوروز در واشنگتن یا در شهرهای دیگر آمریکا؟ بله، برنامه های بسیاری هست. اینجا سازمان جامعه ایرانیان امریکا و یک بسیار مشغول هست. یک برنامه عید نوروز هست در کنگره امریکا و یک برنامه عید نوروز در سنای امریکا هست. همینطور جوامع ایرانی در ایالت‌های مختلف امریکا جشن‌های نوروزی دارن و ملاقات‌های مختلفی هست. به هر حال بریفینگ‌های مختلفی خواهیم داشت در این ماه‌های آینده و همه فعالیت‌ها هم حول حمایت از قیام مردم ایران و حمایت از خواست اصلی اونها، یعنی تغییر رژیم هست. واقعا خسته نباشید. روز زن رو پیشاپیش بهتون تبریک میگم. چهارشنبه سوری و عید نوروز رو ما فعالیت شما رو، من خودم منظورم هست، همیشه دنبال میکنم آقای شریف و خسته نباشید دارم برای خودتون و همکارانتون در اویاک و تظاهرات بسیار پرباری رو در روز 8 مارس ساعت 11 صبح فرمودید در واشنگتن براتون آرزو دارم. بله بله، با تشکر مجدد از شما و همه شنوندگانتون برای همه هموطنان آرزوی موفقیت و پایداری دارم. روزتون بخیر. خداحافظ. شب خودشو باخته به روز، آخر این بازی شده، عاشقا رو صدا بزن، وقت براندازی شده. I see.
سپر پلیس و میله به میله زندون، پرنده های زخمی کوچه غرق در خون، کلاه کاسکتی ها ترسشون رو پوشوندن، تو چشم این قبیله Oh.